سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدین به مجله صبح امروز. در آغاز برنامه به سه خبری از مهمترین خبرهای افغانستان و بیرون از افغانستان بود که تقدیم شما شد. در ادامه برنامه مجله صبح امروز موضوع ما در مورد برنامه ها و اقدام های انجام شده وزارت دولت در امور شهیدان و معلولان برای معلولان و بستگان شهیدان است. اگر پرسش و یا دیدگاهی در همین مورد دارین، راه های ارتباطی برنامه با ما 0791-300-654 شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماستان برقرار نمیشه، نشانی ما در فیسبوک میتونین اونجا سر بزنین facebook.com/yaktvnewsaf. پای پست مرتبط به موضوع امروز، دیدگاه و یا پرسشی اگر دارین بنویسین. ما در لابلای برنامه با مهمان ما در میان میگذاریم. مهمان ما امروز در مجله صبح جناب ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهیدان و معلولان حضور پیدا کردند تا به گونه مستقیم به پرسش‌ها و دیدگاه شما پاسخگو باشند. جناب فضلی، بسیار زود خوش آمدید. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. پیش از اینکه بر برنامه‌تان در سال 98 که چی برنامه تطبیق شد و چی برنامه را برای شهیدان و همچنان بستگان شهیدان انجام دادین، اگر در رابطه با نمایشگاهی صحبت بکنیم که دو روز قبل در کابل برگزار شد برای معلولان، خوب خواهد شد. بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین برای افراد دارای معلولیتی که از ظرفیت های خاص برخوردار هستند و ابتکارات دارند، نمایشگاه دو روزه را برگزار کرد. روز اول دیروز نپری روز از طرف جلالت ماب وزیر صاحب و اعضای کابینه، سران حکومت، نهادهای بین المللی و نهادهای همکاری ملی با حضور داشت سفرای کشورهای همسایه افتتاح شد. در این برنامه که در حدود 80 غرفه که از طرف افراد دارای معلولیت و ظرفیت ها و اختراعات مختلف به نمایش گذاشته شد، در دو روز در حدود 1200 الی 1250 اشتراک کننده ها داشتند که آمدند از این نمایشگاه دیدار کردند، خریداری کردند. اصل هدف این نوع نمایشگاه که در مرکز و همچنان در ولایات برگزار میشه این است که ما برای افراد دارای معلولیت برنامه های ظرفیت سازی را انجام دادیم و حالا باید فرصت برشان داده شود تا از تولیدات و اختراعات و از صنایع دستی خود بتوانند به طور مستقیم بهره ببرند و از نگاه اقتصاد با پای خود استاد شوند. خیلی خوب. این همه مسائل همچنان حکومت با ما تعهد کرد. آن معلولینی که اختراعات یا صنایع دستیشان را میخواهند که با بازارهای بین المللی برسانند و یا همچنان بفروشند، حکومت افغانستان ضمن همکاری و اداره امور از این معلولین مستقیم این همه صنایع دستی را خریداری میکنه و به مهمانان خارجی به شکل تحفه میده و همچنان وزارت تجارت و صنایع هم با نهادهای بین المللی در تفاهم رسیده که این اختراعات را در خارج از کشور عرضه کنه. درست. بسیار تشکر. نخستین تماس برنامه را پاسخ میدیم. بیننده ما از کابل روی خط هستند. سلام، صبح شما بخیر. بفرمایید، صدای شما رو داریم. تماس بیننده ما قطع شد. شما هم فرصت دارین اگر پرسش و دیدگاهی در رابطه با موضوع امروز ما دارین، راه های ارتباطی برنامه با ما 0791-300-654 شما رو بگونیم مستقیم با مجله صبح وصل میکنه. اگر تماستان برقرار نمیشه، سر بزنین به نشانی فیسبوک ما و اونجا دیدگاه و پرسشتان رو بنویسین. ما با مهمان ما در میان میگذاریم. یک تماس دیگر هم پاسخ میدیم. بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است، مهربانی. بله محترم، فقط زیاد وقت تون نمیره، فقط در ارتباط از زنمی که یکی از جمله اقارب ما در سال 1397 به شهادت رسید و این به تاریخ ماه هفتم تا به دوازدهم به شهادت، به هفتم به شهادت رسید و ما از ماه هفتم الی آخر سال 97 ماش مستفید میشیم، اما به علت از اینکه بودجه نداشت و ما کارهای خود کلش تای مراحل کرده بودیم ماش از زیر ندادن. ماش سال 1398 از زیر
مکمل دادن و لیکن عریضه کردن و برین عریضه کنین دوبار موینای اینا و ما عمر داد و پس که پیش مسئولینش بودن و بیادر ایره موین عمر کرده که ایتو قاطع عمر نکرده که از بودیجه سال 1398 سال ماشای سال 1397 تجیره بکرد برین پیش وزیر که مراجعه کردیم اما دان دفترش برای ما گفته که وزیر برای کس ما میتا حال ما اینمی اف ما ما شما به حساب مانده اینه میره چه رقم کنیم رای حل ازی که ما همو ماشا به دست بگیریم و به دست آورده بتانیم فقط این همه قدر خلاص کتا تشکر از همکاریتان درست تشکر از شما که تماس گرفتین جناب فصلی اشاره می داشته باشن موضوع بودیجه و موضوع معاشات و همچنان حقوق و امتیازات افراد دارای مالیات و ورثه شهدا یکی از مهمترین موضوعات و اولویت وزارت ماست در سالهای گذشته برادر از 1397 ذکر کردن از 1393 الا 97 در حدود 8 میلیارد افغانی به همین روش از کسی 5 ماه 6 ماه یا 8 ماه در وقتی که اداره بین حیث معینیت در تشکیل کار امور اجتماعی فعالیت میکرد ما باقیات داریم درست و سال 1398 هم ما 5.5 میلیارد افغانی باقیات داشتیم این باقیات به دلیل این بود که وزارت محترم مالیه با ما پول یا بودیجه مورد نیاز را نداده و اصل حرف وزارت مالیه هم این است که از یک طرف در عموما در ارقام ورثه شهدا و معلولین که با ما ثبت است مشکلات وجود دارد ما در حدود 50,000 افرادی که با خود ثبت داریم از 340,000 در اسنادشان مشکل است یعنی بیشترشان یا کارت های نادرست و جعلی جور کردن یا اسنادشان تکمیل نیست و یا هم فساد صورت گرفته و دلیل دوم وزارت مالیه این است که بودیجه ملی با کمبود مواجه شد یعنی در بودیجه ملی پول نبود که وزارت مالیه با ما بودیجه مورد نیاز ما را بپردازد پس میاییم به اصل مشکل که موضوع پول و موضوع بودیجه مشکل وزارت مالیه است تا وقتی که با ما پول مورد نیازی که با افراد دارای مالیات و ورثه شهدا میپردازیم را وزارت مالیه انتقال نده تا وقت ما نمیتونیم که حقوق توزیع بکنیم امیدواری بر این است که در این سال ما حداقل بتانیم باقیات 1398 را هم اجرا بکنیم ولی کوشش میکنیم ولی امیدواری این است که ما بتانیم تا آخر سالی مشکل را با پایان برسانیم درست بسیار تشکر بینده دیگر مولی خط هستن سلام صبح شما بخیر تماستان وصل است سلام صبحتان بخیر بفرمایید بله صبحتان بخیر بفرمایید بله سلام علیکم علیکم سلام مهربانی صدای شما را داریم بفرمایید پرسش اگر داریم دیگر میخواستم ما یکم وقت پیشم یه چه میدی خود آورده بودم در میکی خواهشان صدای تلویزیون تان پایین کنین صدای ما را سیخ تلفن تان داشته باشین تماس بینده ما هم قطع شد زمانی که تماس میگیرین خواهشان صدای ما را سریق تلفن هایتان داشته باشین صدای تلویزیون تان را پایین بکنین تا که بتونیم پرسش و دیدگاهتان را بگونه دقیق داشته باشیم و جناب فضلی هم پاسختان را ارائه بکنن بیننده دیگر ما ریخت هستن سلام صبح شما بخیر تماستان وصل است بفرمایین بله صبحتان بخیر نامتان از کجا تماس گرفتین؟ برادر اسیبولا هستم یکی از دلالباز به تماس شدم که در باستی شهیدان و معلولین می گفتن که امو نمره می تا همراه نمره یک تن پیسه می تا که برای خود خانه جور کنن این ورقه های در پیش مست گروپ 92 جه تخت نمره زمین و تاریخ یکی از هست که زن 96 مراجعه نمید این 96 و چی دیگه ما و 99 رسیدیم تا وال دیگه منتظر از من نمره هستیم که در قابل بیادر در این کندوالا و در یک جای برو دیگه جای برو زندگی میکنم به خانه و بیدر از سمپامی دی منتظر دولت است ما خو بیادر در ملی اردو بودم مایی بسودم وال بریدمل بودم بسط یک دوله چی که یک بلوم چی که یک کندک و دیگه پیش میبردم حال در حال رسیدم که بیادر به یک چشم مایی بستم دیگه چشم مذایف هست
دیگه خانم در بدر میگردیم دادر که آدم میگردیم که با 500 خانه پیدا کنم که باشه 500 خانه پیدا کنم که یک چهار دیواری باشه در اکتر ما زندگی کنم بیشی بیوست هستم یعنی مردم ها چیار برای ما نمره میتا که برای خود یک وطاق سرپناه جور کنم. درست جناب فضلی پرسش داره؟ ما در 10 ولایت مختلف به شمول پکتیا، ننگرهار، مزار و ولایت دیگر نمرات رهایشی را برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفتیم و تثبیت شده و مرحله توزیعش آغاز می شد. بعد از بررسی ادارات مختلف این ثابت شد که وقتی ما نمرات رهایشی را به افراد دارای معلولیت یا ورثه شهدا توزیع می کنیم، بنابر مشکلات اقتصادی اینا نمیتونن که دو نمرات رهایشی خانه جور بکنن، پس یا این نمرات میفروشن به افراد دیگه و با امو مشکلی که ما باید رای حل پیدا بکنیم که سهولت سرپناه برشان باشه او حل نمیشه. فیصله بری شد که وزارت شهرسازی در این نمرات آپارتمان ها میسازن و بعد از ساخت آپارتمان ها ما ای را توزیع میکنیم که فعلا هم وزارت شهرسازی بالایش کار میکنه. بخش دومی است که مثلا جلت ما رئیس جمهور هزارها آپارتمان رهایشی را به معلولین نظامی توزیع میکنه. در گذشته هم ما در حدود 400 الی 4500 آپارتمان از طرف وزارت شهرسازی تثبیت شد و جلت ما رئیس جمهور توزیع کردن و این پروسه جریان داره. درست. در آینده هم امیدواری این است که سال 1399 هم ما توزیع آپارتمان را داشته باشیم. درست. بسیار تشکر. بینده دیگر مروی خط هستن. سلام صبح شما بخیر. تماس بینده مقد شد. جناب فضلی خوب از رابطه به برنامه‌ای که در سال 98 بر معلولان و همچنان بستگان شهیدان وزارت دولت در امور شهیدان معلولان انجام داده اشاره داشته باشند. در بخش تحصیلی و تعلیمی در حدود 600 ورثه شهید و معلول امتحان و مسائل تکنیکی و اداریشان خلاص شده، به زودی به کشور هندوستان اعزام میشن که اونجا پوهنتون به سطح لیسانس و ماستری بخوانند. بخش دوم این است که ما با پانتونای داخلی هم تفاهم‌نامه هایی داشتیم که در سال 1398 در حدود 400 الی 4500 ورثه شهدا و معلولین برشان معرفی شدن و عملا درس میخوانند. بگوین رایگان یا فیصدی؟ با فیصدی و همچنان رایگان. درست. بخش سوم فرصت های صحی است که وزارت صحت عامه و ادارات مختلف و نهادهای بین المللی که در بخش حمایت از معلولین کار میکنند همه روزه به 4، 5 الی 10 خانواده که مشکلات صحیشان بیشتر است هم رسیدگی میکنند و بعد از رسیدگی فرصت های صحی در حدود 500 الی 1000 دلار سهولیات صحی که در مرحله ابتدایی یا نیاز دارند برشان داده میشه. درست. پیش از روی برنامه دیگه تون بریم اگر موافق باشین بیننده ما منتظر هستن تماسشان را پاسخ میدیم. سلام صبح شما بخیر. صبحتان بخیر. تماستون وصل است. بفرمایین. سلام صبح شما بخیر. خوب هستین؟ سلامت باشین. مهربانی نامتون از کجا تماس گرفتین؟ اسمم شهنه گفت زولای دیرات با شما تماس شدم. بفرمایین پرسش و دیدگاهتان. پورتال شهر ما در ولایت فرا شهید شدن در مای قوس شهید شدن در اردوی میلی بودن. دیگه ما زیاد پشتن یک کارای شهدهشان گشتن تا کابل آمد دیگه کارشان خلاص شد فقط رسید در نمده زنی بر ما دیگه 6 ماه میشه به خاطر نمده زنی دو بار در ایرای ولایت ایراد میفهمین خانم بدون مردم نمیمانند چی مشکلات ما خود به کابل رساندم بر ما گفتن به ظرف درست کارت خلاص میشه. ما آمدم دو ماه در کابل بودم کارم خلاص نشد دوباره آمدم ایراد باز دوباره پس مره خواستم در کابل در چیز که در وزارت شهرسازی و عزیز در اسمادار در اونجا از پیشون گروه زمین مره خواستم گفتم که باز ما با شما با تماس میشیم میگیم بر شما چی وقت پشون امروز زمین تن بیم چندین بار آمدشون با تماس شدم گاهی وقت جواب ندادن و جواب هم که دادم گفتن ما چون کابل رئیس جمهور تایی نشده تا تایی شد باز بعد از اسمادایتان باز تایی مرایی میشه در وزارت دفعه رفتن میبری میشنه باز اونجا معلومات بگیریم. باز دوباره هم بهشون تماس شدم گفتم حالا خو رئیس جمهور ما تعیین شد حال چی میشه؟ گفتن از پیش ما خلاص از وزارت دفاع است. من نمیفهم کار دروز 6 ماه میشه پشت یک نمره زمین نره دواندن. من کسر هم ندارم که همده این پشت کارا در کابل بیایه به این شرایط خراب ایرات هم تانه یک خانم از نمیمانن که در موتارا بره. من نمیفهم چی قسم کنم اینجا ای اولادای اینجا بی سرپر از خود ما خانه از خود نداریم
دیگه کمک درباره از شهدا صرف فقط ماش شهیدشان را برای ما دادن، دیگه کمک درباره شهدا هیچ چیزی تا بالا ما ندیدیم. میگن با کمینه شهدا کمک های زیاد میشه، اما متاسفانه ما هیچ کمک ما ندیدیم. فقط میشن میگن کمک میشن، اما یه هم نگی با زبان است، ما تا بالا چیز کمک ندیدیم. اگر کمک کرده نیستن فقط هم این نمارات زمین داده میشه، بسن که ما مردم اقلا از بیسرپانه خلاص شدیم، بسن اموی اولاده خود در زیر یک سخت خانه درست یک دای زندگی کرده بکنیم. ما فامیل شهر جوان ما جوان خود از دوست به خاطر از این وطن، اما کسی در فکر فامیل شهید نیست، در فامیل بیسرپانه از کسی در قصه ایگه فامیسته. درست، تشکر از یک تماس گرفتیم. اطفان جناب فضلی بر شما صحبتایشان را می داشته باشند. ابتدا اگر جناب فضلی در رابطه به بینیدی ما از هرات دیدگاهتان را داشته باشند. طبق قوانین نافذه کشور از یک بخش بزرگ معلولین که ما نمایندگی میکنیم من حیث یک اداره مکلفیت داریم که حقوق سالانهشان را برشان بپردازیم، که خوشبختانه خواهر ما خودشان گفتن که حقوق سالانهشان که معاششان است، معاشی که معاش سربازی شهید بود، سالانه برشان پرداخته میشه و پولی بسیار بزرگی است که یک خانواده میتونه که با او تا یک سال همه مشکلات خود را رفع بکنه. بخش سرپناه ذکر کردن وزارت شهرسازی مکلفیت داره که این را پروسس کنه. ما من حیث اداره پالیسی ساز و هماهنگ کننده که با ادارات تفاهم نامه ها داریم و مکلفیت دارن، این موضوعات را تعقیب میکنیم و در هر سال دو دفعه سه دفعه به شکل اجمالی این آپارتمان ها و زمین ها از طرف رئیس جمهور توزیع میشه. چند ماه گذشته هم رئیس جمهور توزیع کردن و اگر خواهر ما منتظر باشند در ننگرهار، در هرات، در همه ولایت زمین ها تثبیت شده. وزارت شهرسازی پروسس میکنه، وزارت دفاع تایید میکنه که بله وارث شهید است و باید این نمره برش داده شود، یا مثلا ارگان های مربوطه مثل امنیت و وزارت داخله و بعدش هم رئیس جمهور توضیح میکنه. در بخشی که ذکر کردن که رسیدگی برشان نشده، ما از طریق رسانه ها، از طریق آمریت های ولایتی خود، از طریق ارگان های مربوطه، حتی سران قوم، علما و همچنان مطبوعات همیشه هر فرصتی که بوده، فرصت های تعلیمی، صحی، اشتغال زایی و همه موارد را هم اعلان کردیم، هم ذکر کردیم و هم برنامه های آگاهی عامه را دایر کردیم. افرادی که با ما مراجعه میکنند طبق طرز العمل ما اجرا میشن. مثلا ما در ولایت کابل 22,000 خانواده ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت را غرفه ها در نظر داشتیم که شهروالی کابل باید برشان توزیع بکنه. ما اعلانات را نشر کردیم و همچنان مردم آمدند، 22,000 خانواده مراجعه کردند، اونها رسما به شهروالی کابل معرفی شدند، به زودی در شهر کابل غرفه های دستفروشی برشان توزیع میشه و میتونند که یک فرصت خوبی کاری و یک تجارت کوچک را در او آغاز بکنند. در ننگرهار، هرات و ولایت دیگر همین پروسه در حال آغاز است، با شهروالی های ولایت تفاهم نامه ها در حال امضا است و همچنان در ادارات دولتی 3% افراد دارای معلولیت هم در حال استخدام هستند. شما شاهد هستین که اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی کارهای ابتدایی خود را انجام داد. لوی سرانوالی، شهروالی کابل و وزارت های دیگر هم برای افراد دارای مالیات بستار اعلان کردند و استخدام آغاز شده. درست. فرصت هایی که خواهر ما ذکر کردن در وزارت هست و همه روزه هم در آمریت های ولایتی هم در وزارت. ما حد اقل از طرف نهادهای بین المللی در حدود 300 الی 3.5 خانواده را در مرکز و در ولایت زیر پوشش داریم که مواد غذایی و سهولیت های اولویه برشان رسانده میشه. فردی که شهید شد در فرصت اول ما از طریق وزارت صحت عامه ارقام دریافت میکنیم، به اداره کمک یا مؤسسه کمک و ارقام رسانده میشه و مؤسسه مکلفیت داره که در آن واحد اگر در مرکز یا در ولایت باشه برش رسیدگی بکنه، کمک اولویه یا هم مواد غذایی و مسائل دیگر و دوامدار به شکل برشان کمک میکنه. درست، بسیار زیاد تشکر. بیننده ما از مزار شریف ریخت خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. سلام علیکم برادر، شما را از مزار زحمت دادم، از میمان برنامه یک موضوع معلومات میخواستم بگیرم.
بفرمایید. یکی از طفلک های ما 15 ساله است، معلول هم است، معیوب هم است. این مطابق قانون از حقوق برخوردار میشه یا نه؟ درست پرسش داریم جناب فضلی؟ بله، زیر سن 18 اگر معلول جنگی هم باشه ما نمیتونیم که برایشان حقوق امتیاز بدیم. و برادر ما گفتن که معلولین معلول طبیعی است که معلولین طبیعی هستند یا مادرزاد هستند. طبق قانون فعلی ما فقط به معلولین و ورثه شهدایی که در جنگ اعضای بدن خود را یا اعضای خانواده خود را از دست دادن حقوق امتیاز میدیم. حقوق امتیازی هر بالای سالانه اگر باشن. بله، با معلولین طبیعی مثل معلولینی که پولیو یا با مادرزاد معلول باشن تا فعلا ما حقوق امتیاز سالانه نمیدیم، چون قانون فقط ذکر کرده که این اداره به معلولین جنگی رسیدگی میکنه. ولی دیگر فرصت هایی که مثل فرصت های تعلیمی و تحصیلی و صحی است، اونها میتونند که از این مستفید شوند. برای معلولین طبیعی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی انستیتوت ها و مکاتب خاص داره. درست. اونجا اینها میرن از صنف اول الى انستیتوت الى پانتون همه مسائلشان او اداره را تنظیم میکنه. ما تعدیلات را پیشنهاد کردیم، چون ضمن معلولین جنگی باید با معلولین طبیعی هم ما رسیدگی بکنیم. تعدیل را پیشنهاد کردیم، وزارت عدلیه کار میکنه تا ما را قانون را تعدیل بکنه و ما صلاحیت پیدا کنیم. درست. که با معلولین طبیعی هم رسیدگی کنیم. درست. بسیار تشکر. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم ادامه مجله صبح. دوباره برگشتیم ادامه برنامه مجله صبح. بیننده ما از قندوز روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. بله، صبحتان بخیر، بفرمایید نامتان از چه تماس گرفتین؟ داوود هستم. من زخمی شدم، چی مظلوم شدم؟ از قندوز و سوال امام صاحب. درست، مهربانی بفرمایید. دیگه هم نگستم همین زمینی که تولیه میشه برای ما هیچ کسی نه زنگ زد، نه پرسان کرد، نه دیگه کرد. ما از کجا که خدا بگیدیم کجا بریم جستجو کنیم. درست، بسیار زیاد تشکر از اینکه تماس گرفتید. حتما جناب فضلی اشاره داشته باشن. جناب فضلی اگر در رابطه با بیننده ما اشاره داشته باشین که یک معلولی که مستحق است و همچنان بستگان از شهیدان به کجا باید مراجعه بکنن، آیا فرم داره و یا مراحل اگر اشاره بهش داشته باشن. در ولایات و در مرکز اداره ما معلوم است در تشکیل اداری ولایات آمریت ورثه شهدا و معلولین فعالیت میکنه. برادر ما از هر جایی که کارت گرفتن یا هم حقوق و امتیاز سالانه خود را که دریافت میکنن میتوانند اما از اونجا یعنی امریت ما بروند و مراجعه بکنن. وقتی ما فرصت های توزیع زمین را دریافت میکنیم در ولایات به سرپرستی والی و همچنان در هماهنگی با قماندانی امنیه و ریاست امنیتی ملی آمریت ما این پروسه را به پیش میبره. در این پروسه ارگانهای دیگه هم دخیل میباشند. اگر زمین توزیع میشه، آپارتمان توزیع میشه، یا هم فرصت های تعلیمی و تحصیلی پیدا میشه، یا هم سهمیه حج میآید، رهبری و سرپرستیش را والی ولایت میکنه و آمریت یک امور را با پیش میبره. برادر میتونن که با آمریت مراجعه بکنن، عریضه خود را ثبت بکنن و امو کارتی که پیششان است کاپیش گرفته میشه و وقتی فرصت ها که آمد برشان اطلاع داده میشه. درست، بسیار تشکر. بانو زهره از ولسوالی شکردره روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی بفرمایید. اسمم زهره از شکردره و تماس گرفتم. میخواستم چی کنم؟ امی یک چند وقت پیش امی ورقای میدی مراوام کردم در چی؟ چیست نام سر؟ ورقای میدی را آوردم در می سرک در چی آوردم از سکپاندی بود دیا حالا گفتم چی کنم؟ میم غرفه میتر چی میتر برر مایی بستی سر بیچاره کار کرده نمیتونه. گفتم امی کجا دیارم این ورقه که تو امی چی بسر؟ درست، به کجا مراجعه کردین؟ نفهمیدم. به کجا مراجعه کردین تا حال؟ اشکردره به تماس کردیم. اگه دمیشار آوردن گفتن ورقا را چی کن؟
وقت که آوردم گفتن دو خوانده و جرمه خواهیم فرار مایی به بیچاره خاطر نمیتونه خواستم که یک بار فرار گفتن میتونم یک رو گفتن دروغ است یک رو گفتن نه کسی خسمت نمره میتونم چی میتونم مایی به فرار میتونه به شهیدا میتونم میتونم به مایی دو یا نه درست جناب فضلی بر شما پاسخ میتونم دقیقا ما ذکر کردیم که ما به شهروالی کابل در تفاهم رسیدیم که غرفه هایی که فرصت های اشتغال زایی را برای معلولین و ورثه شهدا مهیا بکنند توضیح شود و ما همه عریضه های معلولین و ورثه شهدا را رسما برشان روان کردیم. اینها بایومتریک میشن و بعد از او برشان غرفه توضیح میشه تا از فساد جلوگیری شود و بتوانند که یک نفر چندین غرفه را نگیرد. به او اساس دیگر موضوعات مربوط به شهروالی کابل است. خواهر ما میتونه یعنی اینا به شهرداری مراجعه بکنن. شهروالی کابل مراجعه بکنن و کارهای خود را تعقیب کنند. درست و تنها در شهر است یا به ولسوالی های کابل هم است؟ هم در مرکز شهر است هم در ولسوالی است. بسیار تشکر. بینده دیگر مورد خط هستن. سلام صبح شما بخیر. بیننده ما از جوزجان روی خط هستن. سلام صبح شما بخیر. بله. تماستان وصل است. مهربانی بفرمایید. خوب هستین؟ بخیر از استاد؟ سلامت باشین. بفرمایید پرسشتون. از جوزجان تماس گرفتیم یک چند وقت پیش دیده برادرم شهید شده بود. دیگه یک پیجانت نگواره داد گفت که زمین میته برای شما. ما باز ولایت بردم. ولایت پس مسترد کرد گفت که چی ببرین؟ کابل ببرین؟ اونجا شهروالی دیگه زمین است. سعید کنه که جایش معلوم باشه برای شما بکنم. ما اینجا هم آمدیم دیگه که اینجا هم میگه که در اونجا بورین دیگه هیچ معلومات نیست که ما در کدام طرف بوییم. درست. تشکر از یک تماس گرفتین. جناب فضلی هرچند اشاره داشتن ولی بازم بینده ما نداشتن. برادر ما بیایند با مرکز کابل اگر مربوط وزارت دفاع میشن در تشکیل وزارت دفاع ما یک ریاست داریم به نام ریاست شهدا و معلولین. به این ریاست مراجعه بکنن اونها در هماهنگی با وزارت شهرسازی عریضهشان را ثبت میکنن. درست. و بعدش که وقتی با ورثه شهدا زمین یا نمره توزیع میشه اینا هم هماهنگی دارن. ما ضمن که یک اداره مستقل داریم با ادارات دیگه مثل وزارت دفاع داخله و امنیت ملی و سایر ارگانهای دیگه هم هماهنگی داریم و درست. هم به بخش نظامی رسیدگی میکنیم هم به ملکی. میتونیم که با اون اداره هماهنگی بکنیم وقتی که توزیع نمرات در مرکز و در ولایت آغاز میشد اینها مستفید شود. درست. بسیار تشکر. بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام صبح شما بخیر. بله سلام علیکم. من ضرورت کابل بکیتون میکنم. بفرمایید. من بله آدم زار سو از ما شهید شده که دمی شش ماه شش ماه تنهای از داره حالا میکنن. دمی شش ماه یا وقتی شش ماه دیگه نه خیلی هم بلد بیننده عزیز تماستان درست نداریم. لطفا موقعیت خوبتر اختیار بکنید. دوباره تماس بیننده ما قطع شد. تماس دیگر روی خط. سلام صبحتان بخیر. تماستان وصل است. سلام صبحتان بخیر. بفرمایید. سلامت باشین. مهربانی نامتون از کجا تماس گرفتین؟ مشکل من امی بود که بخاطر امی ریاست شده و معلولین زنگ زدم مریضه کرده بودم بخاطر امی زنون شهرم شهید شده بود یعنی چال جور کردن دیگه کارت شهیدی شد با ریزه من نگرفتن در ریاست شده و معلولین حالا امی را کجا ببرم؟ درست جناب فضلی برای فعلا فرصت ها ما نداریم. همه عریضه ها را ما میگیریم. اگر خواهر ما مراجعه کردن و کسی عریضه شان را نگرفته این درست نیست. ما با همکاران خود با ریاست های خود امی رسما هدایت داده شده که همه مراجعین که میآیند عریضه میکنن باید عریضه شان گرفته شود. وقتی که فرصت زمین یا نمرات میآید میتونیم که از او عریضه ها استفاده بکنیم. ولی یک چیز بسیار مهم است که ما در نخست هم ذکر کردیم که برای فعلا وزارت شهرسازی روی این موضوع کار میکنه که آپارتمان ها بسازد و خواهرای ما هم عموما ملکی هستند به خاطر که عریضه نمره زمین دادن وارث شهید ملکی هستند
اگر نظامی می بودن مستقیما به بخش نظامی هم مراجعه میکردن، اونا هماهنگی میکردن. ولی به خواهر خود جواب ما این است که شما حوصله بکنین، اگر فرصت توزیع نمرات رهایشی میآید ما اعلان میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، برای شما زنگ زده میشه، باز میآیین، همون پروسه خاص خود را طی میکنین، براتون نمرات داده میشه. درست، بسیار تشکر. بیننده ما روی خط هستن، سلام، صبح شما بخیر. بیننده ما از پروان روی خط هستن، سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. تماستان وصل است، صبحتان بخیر، مهربانی. بیننده ما حرف نمیزنن. اگر پرسش و یا دیدگاهی در رابطه به موضوع امروز دارین، راه ارتباطی برنامه با ما در اختیار شما قرار داره. اگر تماستان برقرار نمیشه، سر بزنین به صفحه فیسبوک ما، facebook.com/yaktvnews.af، اونجا موضوع برنامه پست شده و پای پست مرتبط به موضوع ما میتونین پرسش ها و دیدگاهتون را بنویسین، ما در لابلای برنامه با مهمان ما در میان میگذاریم. بیننده دیگر ماری خط هستن، سلام، صبح شما بخیر. ما پسنه دوام ده او ده من شکر نه خپل نه سمات من ده نه ده دې کنه عارف معلوم شو دې زمان ته لګولې دې تر څو ته سره راغلې دې ته مو مراجعه وکړه او وې له دې څخه هغه ده او دا ځای د شمه غره ته نه تر راغلې دې دې تر څو دې ته سره راغلې دې سره خپل موږ د ماخ نه ځان دې او ما راخ موږ نه لرې دا خپل ځکه چې کنه دې کنه دا نه دې څنګه پسنه وو. بیننده عزیز، صدای ما رو دارین؟ تماس بیننده ما قطع شد، یک میان برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم، ادامه برنامه مجله صبح. بیننده ما از تخار روی خط هستن، سلام، صبح شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. جناب فضلی، یک بخش از پرسش بیشتر باقی مون که برنامه وزارت برای سال 98 که عملی شده، یک بخش را پاسخ گفتین، یک بخشش باقی موند. ساده سازی پروسه ها که یکی از مهمترین بخش بود و بیشتر شکایت هم ورسای شهدا و معلمین دری داشتن که وقتی به اداره ما مراجعه میکنن، اونها چندین ماه میرند و میآیند و کارشان حل نمیشه. ساده سازی پروسه ها که انجام شد و به زودی با همکاری اداره آسان خدمت یک وان استاپ شاپ هم افتتاح میشه، یکی از کارهای بسیار مثمر ما بود که ما در حدود 80 پروسه را با 12 پروسه پایین آوردیم و کاغذپرانی از بین رفت. سیستم سازی و همچنان اتصال وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی که از کارهای مهم ما بود. امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت دفاع در تشکیل و چارچوب خود، همه ورثه شهدا و معلولینی که دارند مستقیما با اداره ما وصل میشن. بعد از اینکه یک فرد معلول میشه یا یک فرد شهید میشه، خانوادهش از سیستم وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی بعد از گرفتن اکرامیه خود از این اداره با ما وصل میشن. و ما این سیستم را طوری ایجاد کردیم که بعد از پروسیس قانونیشان، وزارت مالیه مستقیما از طریق او سیستم با اکانتشان پول روان میکنه. ما این حیث نظارت کننده، هماهنگ کننده و تنظیم کننده امور میباشیم. درست. بخش سوم ما که تطبیق سیستم بایومتریک از طریق اداره احصائیه مرکزی در کابل و در ولایت این پروسه آغاز شده است و اداره احصائیه مرکزی با توزیع تذکیره الکترونیکی سیستم بایومتریک را هم تطبیق میکنه و به زودی بدون اینکه دیگر مراکز هم فعالیت میکنه، یک مرکز واحد و مشخص که با سهولیات رامپ، لیفت و همه وسایلی که برای معلولین بسیار مهم است آماده باشه، افتتاح خواهد شد که مرکز فقط برای معلولین و ورثه شهدا خواهد بود. درست. و همه ورثه شهدا و معلولین میتونند که به اداره احصائیه مرکزی مراجعه بکنند، تذکره الکترونیکی بگیرند، بایومتریک شوند تا ما اطمینان حاصل بکنیم که این واقعا معلول هست یا هم وارث شهید است و بعد از او
حقوق سالانیشان اجرا کنیم. درست. بسیار تشکر. بیننده ما از ولایت تخار روی خط هستن. سلام صبح شما بخیر. تماستان وصله. سلام صبحتان بخیر. بفرمایین. بله. صبحتان بخیر. تماستان وصل است. بفرمایین. بله بگردم همین یک کتابچه سعیدی دارم. از ماست سعیدی بکر میگرد که همین ماست سالانه شد سشما در سشما میتمنید برمه این معلومات بطه که راست است. درست. تشکر از اینکه تماس گرفتین. همچنان برای ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار دار. اگر پرسش و یا دیدگاهی در رابطه با موضوع امروز ما دارین میتونین تماس بگیرین. 0791-300-654 شما را به گونه مستقیم به مجله حساب واصل میکنه. اگر تماستان برقرار نمیشه سر بزنید به نشانی فیسبوک ما facebook.com/activenewsf. اونجا پای پست مرتبط به موضوع ما دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین. ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام صبح شما بخیر. تماستان وصل است. سلام صبحتان بخیر. بفرمایید. صبح شما هم بخیر آقا. ما خودم یک از معلمی و نظامی اردوی ملی هستم از ولایت هلمند. درست. بفرمایید. ولایتی بروزگان. خب عرضم به حضورت ما هم مشکل زمین داریم. ما 5 سال میشه که معلول شدم از چشم. فعلا مشکلاتی ما اینه که ما چند بار وضعیت امنیتی ولایت ارزگان مناسب نیست برای ما. آره من خودم که اصلا مشکلی توزیع زمین دارم. چند بار رفتم آمدم هیچ مشکلات ما حل نشده. بنابراین از وزارت محترم خواهشمندم که بینده ایم و صدای ما را از طریق تلویزیونشون داشتند. خواهشن زمانی که تماس میگیرین صدای ما را از طریق تلفونتان داشته باشین تا که ما پرسش شما را به گونه دقیق داشته باشیم. جناب فضلی اگر اشاره کوتاه داشته باشین در رابطه با دو بینده ایم از تخار و هلمند که بخش از پرسششان را داشتن در رابطه با توزیع زمین. مادر ما از تخار گفت حتما وارث شهید نظامی هستند که آیا پول ما در سال یک دفعه پرداخته میشه و یا هم 6 ماه. دقیقا ورثه شهدای ملکی و معلولین ملکی چون حقوق امتیاز سالانهشان کم است در سال یک دفعه ما به شکل اجمالی میپردازیم، ولی بخش نظامی پول بسیار زیاد است و نمیشه که دولت به یک دفعه برشان بپردازه. در اوایل سال و در وسط سال به دو قسط مکمل پول سالانه وارث شهید به وارثشان پرداخته میشه و مادر جان هم کارتشان برشان جور شده، حتما پروسس اداریشان خلاص شده، بانک اکاونت بانکی هم برشان جور شده. تا 15 الی 20 روز آینده قسط اول خود را از بانک دریافت بکنن و بعدش 6 ماه بعد قسط دوم یا مکمل پول متبقی خود را از بانک دریافت میکنن. درست. و برادر ما از ارزگان گفتن معلولین نظامی یکی از اولویت های ادارات حکومتی است و اینها میتونن که به بخش آمریت ما و همچنان به قلی اردو یا کندک یا بخش درست. نظامی که اونجا است مراجعه بکنن. درست. اما عریضه خود را ثبت بکنند. وقتی که ما فرصت توزیع زمین داشتیم در امانگی با ادارات امنیتی ایشان در جریان بسیار تشکر جناب فضلی از اینکه حضور پیدا کردین با مجله حساب. وقت شما خوش. ممنون از شما هم که تا حال بیننده مجله حساب بودین. تا بعد خدا نگهدار.